پاسخ به با تمام سوالات شما راجع به کارت ادبا و کارت هوشمند که دولت ایران مصمم است به تمام ادبای خارجی که اکثر شان افغان هستند و در ایران زندگی میکنن توسعه کنند ما دو ویدیو قبلی راجع به این کارت و اطلاعات کلی در مورد از ارائه کردیم و دوستان این نزدشان سوالات و با ابهامات باقی مانده بود سوال خود مطرح کرده بودند در بخش نظریات در این ویدیو به تمام سوالات و ابهامات که نزد شما عزیزان وجود دارد در این ویدیو آمدیم و به تمام اونا پاسخ دادیم سلام و وقت شما بخیر وطن دارانه گرام امیدوار هستم در گوشه و کنار این گیتی حضور داریم با هم فامیل و بستگان جیبتان دارای سطافیت بوده باشید نوی جایش و باید ویدیو دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارد دوستان عزیز قسم کمی شما در جریان هستید دولت ایران مصمم بر این شده که کارت ادبا و یا هم کارت هوشمند به تمام ادبای خارجی که در ایران زندگی میکنند توضیح کنه. که طریق این کارت بتوانم هم رصد بکنه و اطلاعات و آماری داشته باشه که چه تعداد اتباع خارجی و با چه مشخصات در ایران زندگی میکنن هم بتوانم خدماتی که مد نظر دولت ایران است که خدمات بیشماری است که با کسانی دارندگان این کارت انجام میشه و در خدمت از اونها قرار میگیره در ایران کسانی که زیست میکنن و دارای این کارت هستن هم بتوانند این خدمات خوده به تمام اتباع خارجی در ایران زندگی میکنن ارائه کنه به گونه که ما دو ویدیو کلی در مورد ماهیت و تمام جوانب این کارت ها سب کردیم که دوستان دیدن و بازم نزد بعضی دوستان سوالات باقی ماند که در بخش نظریات مطرح کردن و ما در این ویدیو آمدیم و پاسخ به اون سوالات چان میدیم کسانی که تازه وارد ویدیو شدن و او دو ویدیو قبلی ما را ندیدن برن و ویدیو ما ببینن تا با ماهیت مزایا و معایب این کارت های هوشمند آشنا شوند و شاید سوالاتی یک نزدشان از درون دو ویدیو قبلی ما رفع شوند در صورت که اون سوال ها انوزه نزدشان باقی موند تشریف یاری ویدیو رو هم ببینه در این ویدیو تمام سوالاتی که نزد هموطنان ما به با اونا پاسخ دادیم ولی در صورت که کسانی که ویدیو ها رو هم دیدن و این ویدیو رو هم دیدم بازم سوال نزدشان باقی مانده بود و پاسخ سوال خود نگرفته بودن حتما در بخش نظریات سوالات رو مطرح کنیم ما حتما به او هم در ویدیو مجزا پاسخ میدیم بعض دوستای ما البته سوالات اگراجی به کارت اوشمند از هر چیز سوال کرده بودیم ما آمدیم و در قالب این ویدیو تمام شما یادداشت کردیم نظام در ادامه برتان پاسخ میدیم البته سوالات یک به همین کارتوشمند است ولی بعضی وطنداران ما آمده بودن راجی به موضوعات دیگر تسکیر الکترونیکی مثلا پاسپورت و موارد دیگری که وارد بحث کارت وشمند نمیشه و کارت تطبیق نمیشن مطرح کرده بودن که در این ویدیو به اون سوالات پاسخ ندادیم اگر بازم سوالاتی در اون خصوص هم تقاضا زیاد بود ما در مورد از اون برتون ویدیو مجازات جور میکنیم در صورت که نبود و اندک بود دیگر نیازی نیست که ما ویدیو جور کنیم در همون کمنت برتان حتما پاسخ میتیم دوستان عزیز بریم و سراغ این سوالات سوالاتی که شما مطرح کرده بودی سوالاتی که چند نفر یک سوال مطرح کرده بودن و یک جواب داشت و یک پاسخ داشت اونا را ما آمدیم با هم مدغم کردیم و در قالب یک سوال بر شما او را پاسخ میتیم و سوالاتی که مجزا بودن و ماهیت متفاوت داشته اونا را در سوالات مجزا مجزا, مجزا ما یادداشت کردیم نزد ما که بر کدام از اونا برتان پاسخ میتیم بریم دوستان عزیز و به سوالات شما پاسخ بدیم دوستانی سوال کرده بودن که آیا کسانی که کارت سرشماری دارن با اونا این مستقی گرفتن این کارت ادبا و کارت یا اون کارت خوشمند هستن یا در پاسخ باید بگیم بله اونا هم هستن ولی در اولویت کسانی که کارت آمایش دارن و کسانی که قانونمند وارد ایران شدن و براوش های قانونمند زندگی میکن در ایران نخست اونا اولویت داده میشه و در پان بعد از اینکه با اونا کارت داده شد با کسانی کارت سرشماری دارن با اونا هم کارت داده میشه بعضی دو من سوال کرده که ما کارت سرشماری داریم چیگونه باید به خاطر گرفتن کارت هوشمند اقدام کنیم نیاز نیست که شما اقدام کنید کسانی که واجد شرایط کارت هوشمند هستن به گونه سلسله مراتب که ما در پاسخ قبلی هم براتون گفتم که اینا آمدن و این کتگوری کسانی که در ایران زندگی میکن اولویت بندی کردن کسی آمده ویز تجار اقامه تجاری داره کسی اقامه تحصیلی داره کسی تنها ویزه سیاحتی داره و کسانی هم کارت آمایش دارن آمده تمام اینا ردبندی و طبقه بندی کردن به سلسله مراتب به اینا خودشان تماس میگیرن و اینا میرن بر دفاتر کفالت به اونجا کارشان انجام میشه و برشان در همون ظرف یک روز کارت هوشمند و یا کارت ادبا برشان داده میشه نیازی نیست که شما هیچ اقدامی انجام بده دوستان ما هم که کارت همایش داشتن اونا هم سوال کردن ما چگونه میتونیم که کارت هوشمند و یا کارت ادبار رو بگیریم بازم در پاسخ به با اونا باید بگیم که نیاز نیست شما کار کلام کار خاص انجام بده شماره تان نزد دفتر کفالت از نزد دولت ایران است اونا خودشان با شما تماس میگیرن شما را میخوان در روز معین مراجعه میکنیم به دفاتر کفالت در همان روز تمام مراحل قانونی کارتون تکمیل میشه و کارت هوشمند برتون داده میشه یک سوالی که مطرح کردم و این ابهام هم نزد اکثر وطن‌دارای ما وجود داره که میگن به خاطر کارت گرفتن کارت هوشمند بعد نخست سفارت برن سفارت افغانستان اونجا تثبیت هویت شون بعد به اونا کارت داده میشه و به اونا تماس گرفته میشه نه چون این چیز وجود ندارن نیاز نیست که جای شما بره نه سفارت برین نه تثبیت هویت تثبیت هویت همون روزی میشه که شما را به دفتر کفالت میخواه شما را بایومتریک میکنه تمام مشخصاتتون درجه کارت هوشمند میکنه براتون کارت توزیع میشه یعنی نیاز نیست که قبل از اینکه شما را دفتر کفالت تماس بگیره با شما هیچ جای برین نه سفارت و نه هیچ مرجع دیگری اکثر دو سال ما سوال کرده بودن که ما مثلا کارت آمایش داریم ولی شماره ای که در اونجا ثبت کرده بودیم شماره ما را مفقود شده است نزد ما شما در نخست در صورتی که ممکن است سعی کنید که امون شماره تانا دوباره بدز به دست بیاره به شرکت های مخابراتی مراجعه کنید در صورتی که امکان نداره بعد شما شماره تانا دوباره گرفته نمیتونیم نیاز داری که دفتر کفالت مراجع کنی و این شماره تان آپدیت کنی و شماره جدیدی که شما داری خدا کنه و امیدوار هستم که امروز شما دفتر کفالت همکاری بکنه چون وطنداران ما که مراجع کرده بودن به دلایل مختلف از اوضاع خیلی نامناسب اونجا و خیلی اوزا مناسب نبوده و تقریبا شاکی بودم و شکایت داشتن امیدوار هستم شما امیدوار باشی و مراجعه کنی امیدوار هستم من که امرایتان هم همکاری بکنه دفتر کفالت و شما ریتان آپدیت کنه و دوستان دیگر ما هم که با مشکل مشابه مواجه شده بودن یعنی اونا اسم شما یا فامیلیشان اشتباه درد شده بوده اونا میگن که ما چیکونه میتونیم که اسم و فامیلی ما را اصلاح کنیم شما اگر همکاری بکنه رایتان دفتر کفالت شما باید به دفتر کفالت مراجعه کنیم و اونجا بعد اسم و تان و یا یعنی اشتباهی که در اطلاعات شخصی تان در شده بدوره اصلاح بکنن در غیر از این که همکاری نکنن بعد احتمالا که روزی که با شما تماس گرفتن به خاطر گرفتن کارت هوشمند اون روز با شما شاید همکاری بکنن و اون اشتباهی که در اطلاعات شخصی شما در شده بود اصلاحش بکنن و اطلاعات اشتباهی دیگری که بین هموطنان ما دست میشد و درس کرده بود و کسی این اطلاعات اشتباه را بیرون داده بود که هزینه های کارت هوشمند یک میلیون و هزار تومن است که در واقع چونی نیست هزینه کارت هوشمند برای فی نفر یکصد و بیست هزار تومن است فقط همین بابت فی نفر بیست هزار تومان یعنی یک میلیون 200 هزار تومان نیست و شما بابت از این نگران نباشه هزینه شان قدر نیست خیلی چشمگیر نیست هزینه کم است اکثر هموطنان ما اقتصادشان خیلی خوب نیست و بابت از این در تشویش بودن و نگرانی داشتن که بعد نگرانیشان مرفوش شده باشه یعنی بیست هزار تومان هزینه کارتشمن برای فی نفر است یک میلیون هزار تومان نیست و توزیع کارت هوشمند من فرصتی از بخاطر کسانی که گذاری میکنن میان از عدم داد مردم سو استفاده میکنن و سعی میکنن مردم گور بزنن و پول اونا رو بگیرن اکثر هم وطنان ما سوال داشتن که آیا مراجع دیگری هم از بابت عقض کارت هوشمند نه خیر هیچ مرجعی نیست اگر از هر شماره ای که به شما پیامک میای و یا هم تماس میای از شما هزینه میخواد شما قرار نیست به هیچ کس هزینه بده و هیچ مرجع دیگری نتوانایی داره من هم چون این کار انجام دادم میتونه که به شما کارت هوشمند بده اگر به شما تماس میگیرم شما مثلا این فلان مقدار پرداخت کنه تا کارت من تا با بی بگیره و یا ببره ما برتون میاریم به هیچ یک از اینا باور نکنی به هیچ کس پول پرداخت نکنی لا اینکه شما وقت دفتر کفالت رفتی و ازینه 120 هزار تومان بابت فی نفر و فی کارت من از شما عکس میشه فقط همون هزینه است و فری به کسی دیگری نخوری کسی دیگری بر شما کارت من دادن نمیتونه و هزینه هم به جای نکنه و بعضی دوستان ما سوال شانیم بود که چقدر زمان میبره که وقتی ما را به دفتر که فعالت تماس گرفتن و فرم خانه پوری کردیم با این شد چقدر زمان میبره که تا تو کارت هوشمند ما در دست ما بیایه همون روزی که شما میری و فرم خانه پوری میکنه اطلاعاتان میگیره شما بایومتریک میشید، همون روز کارتتون با سیم کارت تان, کارت بانکی تان برتان داده میشه البته سیم کارت و کارت البته سیم کارت مجاز است ولی کارت بانکی همرو با همون کارت هوشمند و کارت ادبایتون با هم چسبیده است یک طرفش کارت هویتتون است و طرف دیگر هم اکانت بانکی تون است که دوش مدغم است با هم دیگه که ما قبلا هم در ویدیو قبلی ادلات برتان شریک کرده بودیم در همون روزی که شما فرم خانه پوری میکنید و بایومتریک میشه همون روز برتان میته تمامه کارت تانه و سیم کارت و کارت بانکی تانه من هیز جنبندی بعد برتون بگویم که توزیع کارت هوشمند و روند توزیع کارت هوشمند بر اساس بعض ولایت ها در اولویت نخست کسانی قرار دارن که به گونه قانونی وارد ایران شدن و به گونه قانونی اکنون در ایران زندگی میکنن در اولویت نخست این افراد قرار دارن که افراد شامل چه کسانی میشن در نخست کسانی که کارت آمایش دارند در مرحله نخست این کارت‌ها با به کسانی توزیع میشه که دارای کارت آمایش هستند یعنی کارت‌های های در نخست در مرحله نخست به کسانی که دارای کارت آمایش هستند به اونها توزیع میشه و در مرحله دوم هم به کسانی که با اقامه تجاری وارد ایران شدن و در ایران زندگی میکنن یعنی سرمایه گذاری کردن در ایران و دارای ویزه تجارتی هستند با اونا توضیح میشه و در مرحله من به کسانی که با ویزای تحصیلی و اقامه تحصیلی در ایران زندگی میکنن به او کسا توضیح میشه در مرحله چهارمهم کسانی که به گونه قانونی با ویزای سیاحتی و گذرنامه وارد ایران شدند با اونا توضیه میشه و میمونه کسانی که دارای برگه های سرشماری هستند اکثرا میگن که با کسانی که دارای برگای سرشماری هم هستن کار توضیح میشه و در مرحله اخیر برشان توزیع میشه ولی این خبر از طرف هیچ مرجع موثق تایید نشده هیچ گوی دولت ایران آمده و اطلاع پخش نکرده که ما با کسانی که دارای کارت سرشماری هستن به اونو هم کارت هوشمند و کارت ادبا توضیح میکنیم ولی احتمال قوی بر این وجود داره کسانی که دارای کارت سرشماری هم هستن با اونا هم این کارت هوشمند توزیع میشه خب دوستان این بود در کلیه سوالاتی که مطرح کرده بودی و پاسخهایی که ما برتان را کردیم در صورتی که بازم بازيدن این سی ویدیو، بازم سوالی داشتون باقی میمانه البته کسانی که دو ویدیو قبل را اگر سوالی نشون باقی است اینجا بیان در کامنتا سوال خودم مطرح کنن حتما برن دو ویدیو قبل را ببینن که اکثر سوالات ما در دو ویدیو قبلی پاسخ دادیم ولی اگر او دو س... دو ویدورم دیدم وای ویدورم دیدم بازم سوال با پامی و پامین نشون باقی کامنتا حتما در بخش نظرات بنویسیم ما به سوالتان پاسخ میدیم و کسانی که خارج از این موضوع سوالات دیگری دارند در مورد گذرنامه در مورد پاسپورت و سوالات مشابه دیگری که مربوط گزرن... مربوط این کارت هوشمند نمیشه اگر افراد زیادی بودن که چین چی سوالاتی را داشتن اندام به اونها هم, هم ویدیو مجزا ثبت میکنیم و به نشر میرسیم در صورتی که افراد اندکی بودن به اونها هم در خود کامنت ها برشان پاسخ میدیم خب دوستان عزیز منتظر دیدگاه نقد نظر انتقاد و پیشنهادتون در مورد کل ویدیو ما مخصوصا موضوع این ویدیو که توزیع کارت هوشمند بعد خارجی و خصوصا بعد افغانستان در ایران بود هر گفتنی و نظر داره حتما بنویسیم همچنان ویدیو را لایک کنیم و سریق پیام رسانا و شبکه اجتماعی که دوستانتان و اقاربتان در ایران هستن و یا بسگانشان در ایران هستن حتما ویدیو را بفرستید که اونا هم بتونن استفاده کن و از اطلاعاتی که در این ویدیو بود استفاده کنن همچنان اگر روزیت کانال نگرفته وارد کانال ماشه و از ویدیو های ما دیدن کنید در صورت این مورد پسندتان بود ادمن روزیت کانال هم بیگری. تا ویدیو دیگر و تای دار دیگر شما را بلای پاک مست و تا خوش الان گهتار بدرود